با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه همیهنان خوب و عزیز در مام میهن در شبهای خزانی پاییزی و آذرین ایران زمین. دفتر شانگاهی صفحه یک را میگشاییم با آخرین و تازه‌ترین خبرها و نظرها از جهان سیاست، اقتصاد و فرهنگ با تازههایی از ایران منطقه و جهان با گسترده مناسبت 16 آذر با تجمعات و اعتراضات و شعارهای پراکنده و بیشمار دانشجویی از دانشگاه های مختلف کشور همچنین تازه ترین اظهار موضع علی متحری نائب رئیس مجلس ایران برای رفع حصر محصورین مصوم به جنبش سبز واکنش ها به اظهارات حسن روحانی در 16 آذر با جدل حجمگون لایه های راست افراتی با این رئیس جمهور منتصب به جبهه اعتدال ادامه جدال های برجامی در تریبون های ایران و اما عمل به اوامر نهادهای های بین المللی در کاهش آب سنگین در عرصه منطقی زلزله در اندونزی با خسارات مرگبار و گسترده در این کشور پیش روی های شگفتنگیز ارتش سوریه با بازپسگیری مناطق تازه ای در حلب با کمک آشکار جمهوری اسلامی و روسیه همچنین اعلام منابع ارتش ترکیه مبنی بر اینکه پهباد ایرانی در حمله ای به سربازان ترک مشارکت داشته و بالاخره تنشهای تازه و احتمالی میان ایران و عربستان در پی صدور حکم اعدام برای 15 نفر به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه هفته آذر ماه ایرانی است که در 25 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروح اهم مطالب امشب همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت درودی دوباره محضر یکایک که شما بینندگان عزیز ایران فردا و همراهان همیشگی دفتر شامگاهی صفحه یک که همینک بیننده برنامه خبری تحلیلی ایران فردا هستید هواشی روز 16 آذر در ایران موسوم به روز دانشجو با حضور گسترده دانشجویان اصلی ترین موضوع گزارش های خبری بسیاری از رسانه ها در تهران بود خاصه در دانشگاه هایی که صریحا و علا رغم منع نام رهبران اصلی اصلاح طلبان خاصه میر حسین موسوی دانشجویان یک پارچه شعار یا حسین میر حسین که فریاد نمادین شهروندان ایرانی برای آزادی آنان از حصر میباشد باشد سر دادند نا. همه این شعارها که شعار مشترک نسلهای مختلف دانشجویی در ادوار گوناگون بود رنگ و بوی اعتراض علیه ساختار استبداد دینی در ایران داشت ادامه میدهم حجمه های همه جانبه لایه های راست افراطی علیه حسن روحانی با اظهارات تند حسن عباسی که خواهان محاکمه روحانی شده بود بر صدر رسانه ها جای گرفت حسن عباسی خطاب به رئیس جمهور ایران گفت که تو رئیس جمهور بی ادب و بی عقل را جلوی مردم محاکمه می کنیم. این مقام تون رو در بخش دیگر از اظهارات از خود گفت که رئیس قوه قضاییه باید روحانی را دادگاهی کند حسن عباسی که با لحن بسیار عصبی شپ احمدی نژادی و پرخاشگرانه سخن می گفت نسبت به برجام نیز موضعی زننده و گزنده گرفت و گفت من عرض می کنم رئیس جمهور برای مذاکراتی که با اجنبی انجام داده بود چه

در این میان روزنامه‌های سراسری تهران همگی به باستاب گسترده این رویداد خاص اظهارات روحانی پرداختند تنش تندرهها با حسن روحانی و بروز جدل با رئیس جمهور ایران مورد اشاره و گلایگی بسیاری از روزنامه‌های نزدیک به دولت قرار گرفت از جمله روزنامه اعتماد در گزارش اصلی خود با عنوان جدل با رئیس جمهور نوشت که دانشجویان اصولگرا و چهره‌های منطقه در مراسم روز دانشجو روحانی را به باد انتقاد گرفتند اما بدون لکنت پاسخ داد این در حالی است که روزنامه آرمان نیز با همین مضمون صفحه یک را آراست و از نمایش صبوری حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دانشگاه تهران نوشت و اما روزنامه ابتکار نیز با انتشار صحنه از حضور روحانی در صحنه دانشگاه به نقل از این رئیس جمهور نوشت که لحنها را آرام و اخلاقی تر کنیم همه اینها در حالی است که روزنامه شرق نیز به جنبه های دیگری از این رویداد پرداخته بود از جمله شرق نوشت که در آین های 16 آذر امسال از چهره های اصلاح طلب و برخی از نمایندگان عضو فراکسیون امید برای سخنرانی دعوت شده بود اما سخنرانی برخی از مدعوین یا برگزار نشد یا با تنش های همراه شد قرار بود مصطفی تاج در دانشگاه امیر کبیر حضور پیدا کند که با وجود اخذ مجوز از مدیریت دانشگاه نیم ساعت قبل از شروع برنامه از حضور او در دانشگاه جلوگیری کردند غلام حسین کرباسچی هم برای سخنرانی در سالن شهید بهشتی این دانشگاه حاضر شده بود و در واکنش به شعار جمعی از دانشجویان مخالف از سخنرانی خودداری کرد مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور ایران هم که به دانشگاه علم رفته بود به دلیل اتمام وقت برنامه نتوانست به سوالات دانشجویان پاسخ دهد و همین موضوع اعتراض دانشجویان را به همراه داشت اما دیگر موضوعی که روزنامه ها از سخنرانی حسن روحانی برگزیدند و برجسته کرده بودند همان اظهارات برجامی روحانی بود که بار دیگر مدعی شده بود که هیچ کاری نکردیم در عرصه توافق هسته جز با مشورت و اذن رهبر ایران نظر واحد در کشور هست هیچ اختلاف نظری بین دولت بین مجلس و نظراتی که مقام و معظم رهبری داری خب سر جای خودش ایشون حال همه قوا زیر نظر ایشون دارن فعالیت بکنه هیچ تردید نداشته باشید که بیان گاه و بیگاه این گونه جملات از سوی مردان مذاکره هستی همچون ظریف و شخص روحانی اشاره آشکاری است به اینکه اگر نقدی هم هست رهبری آگاه هست و این نقد خواه ناخواه معطوف به رهبر ایران خواهد بود با همه این اوضاع خامنه ای رهبر ایران جز که دو بار که به پشتیبانی آشکار مردان مذاکره برخواست هیچگاه سریع و آشکار به این بخش از اظهارات روحانی مبنی بر اینکه همه چیز با مشورت رهبری واکنش مشخص نشان نمیدهد این در حالی است که روزنامه کیهان بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی وابسته به رهبری ایران سریحا در ستون یادداشت اصلی شماره امروز برجام را فتن خان محمد ایمانی در یادداشت اصلی امروز کیهان با عنوان برجام زدگی و در برجام ماندگی نسبت به تازه ترین اظهار موضع روحانی واکنش کنش تندی نشان داد و با اشاره به توصیفات و تعابیر مختلف درباره برجام از جمله عبارت همچون فتح الفتوح بزرگ پیروزی بزرگتر از فتح خرمشهر تا تعبیر شیرینی آدم سی معتقد بود که شاید از یک جهت دیگر نیز بتوان برجام را بازشناسی کرد و آن خاصیت قفلت آفرین، اختلاف برانگیز، قبار افکن، غلط انداز و شپ افکن برجام است. به زمین نویسنده کیهان این ویژگی ها از جمله اوصاف فتنه است. برجام 17 ماه پس از اعلام و 11 ماه پس از اجرا به نقطه رسید که می توان صفتی دیگر از فتنه را در آن بازشناسی کرد که رسما در ادامه نوشتار با, با بکارگیری در واقع مداخله مدیریت اشرافی و هاشمی رفسنجانی و تیف حامیان برجام رو نشانه گرفت در این میان روزنامه های دسترستی دیگر نزدیک به رهبری نیز با اظهار موضعی آشکار و نهان بر روحانی خورده گرفتند و تاختند که کاستی های برجامی رو بر گردن رهبری نینداز از جمله محمد اسماعیلی در سرمقاله جوان از رئیس جمهور ایران انتقاد کرد که برای فرار از بنبست دست ساز برجام رئیس جمهور کشور نباید با شیفت هزینه های ناشی از یک متن پیچیده مبهم و دارای ضعف‌های های ساختاری با اظهار جملاتی مانند هیچ قدمی در مسئله برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام رهبری مشورت کردیم و جلسه گذاشتیم توسعه هزینه را کلید بزند نویسنده ی روزنامه سپاهیان مدعی شد که علت اینکه آمریکا می تواند برجام را نقض کند چاله هایی است که در برجام وجود دارد و امکان تفسیر گسترده را به آمریکایی ها می دهد و به همین دلیل بایستی دوران بعد از روز اجرای برجام را نبرد تفسیرها دانست که طی آن آمریکا بر اساس تفسیر خاص نه تنها برجام را بارها نقض کرد بلکه منافع ناظره بر متن برجام رو به چالش کشیده است منازعات هسته در حالی در تریبون ها ادامه دارد که در سوی دیگر و در میادین سیاست عملی و در میادین عملی سیاست ورزی حاکمان جمهوری اسلامی کماکان تمکین دیپلماتیک می کنند بنابر تازه ترین گزارش ها منابع دیپلماتیک دیروز سه شنبه هفدهم آذر ماه گزارش کردند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تایید کرد که ایران با ارسال 11 تن آب سنگین به خارج موجودی ذخیره شده ی آب سنگین خود را به پایین تر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی با شش قدرت جهانی رسانده است به گزارش خبرگزاری رویترز یک دیپلمات در این زمینه اشاره کرد که در گزارش پنج پاراگرافی آژانس بینالمللی آمده است که این آژانس خروج 11 تن آب سنگین هسته ای به مقصدی خارج از ایران را مورد راستی از ما قرار داده و تایید می کند. این دیپلمات همچنین گفت که با انتقال این میزان آب سنگین به خارج از ایران همکنون زخایر این کشور به زیر 130 تن رسیده است. در همین زمینه خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش کرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی ضمن تایید ارسال مازاد آب سنگین ایران به خارج اعلام کرد که همکنون میزان ذخایر آب سنگین ایران به پایین تر از میزان تعیین شده در توافق اتمی رسیده است این در حالی است که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که تهران مقادیری از آب سنگین مازاد خود رو برای فروش به کشور همسایه عمان ارسال کرد و مقادیر دیگری نیز برای انتقال به خریدار به آن کشور ارسال خواهد شد ادامه می هم با دیگر مطالب برگزیده امشب اما اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل در خصوص هسته‌ای موج اعتراضات و منازعات برجامی در حالی است که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز با ارسال نامه ای نسبت به تمدید تحریم آمریکا اعتراض رسمی کرد قلامالی خوشرو نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با ارسال نامه ای به بانکیمون دبیر کل این سازمان نسبت به مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم ایران اعتراض کرد و آن را مقایر تعهدات آمریکا بر اساس برجام خواند در نامه نماینده جمهوری اسلامی از جمله آمده بود که بر اساس توافق ای یا برجام آمریکا به عنوان یکی از طرفهای این توافق متعهد شده است از تمدید و وضع مجدد تحریم یا هر اقدام مقایر با اهداف نصف و روح برجام خودداری کند این نامه تأکید داشت که تمدید قانون تحریم ایران برخلاف تعهدات برجامی آمریکا است و لذا این کشور مسئول پیامدهای منفی و آثار زیانبار چنین اقدامی خواهد بود نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل از دبیرکل سازمان خواست که تا از همه طرفهای برجام و به خصوص آمریکا بخواهد تا به تعهدات خود پایبند بماند به اقدام اخیر آمریکا و سایر موارد بعد اهدی در اجرای تعهدات برجام را در چارچوب گزارش آتی خود به شورای امنیت منعکس کند خبرها و نظرها را با تازه های از خبرهای منطقی دنبال می کنیم. در حوزه خبرهای منطقی سوریه و تغییر معادله بازی در زمین رزم بر صدر رسانه های بسیاری نشست تازه ترین گزارش های خبری هاکی از عقب نشینی کامل نیروهای مخالف دولت سوریه از مناطق تحت تصرف آنان در شرق حلب است. امروز چهارشنبه هفدهم آذر گروه موسوم به ناظران حقوق بشر سوریه گزارش کرد که نیروهای مخالف دولت سوریه تقریبا تمامی محله های تحت تصرف خود در شرق حلب موسوم به شهر قدیمی را تخلیه و از این منطقه عقب نشینی کردند شهر قدیمی حلب از چهار سال پیش در اختیار نیروهای مخالف حکومت سوریه قرار گرفت اما طی چند هفته اخیر بین آنان و نیروهای دولتی درگیری سنگین جریان داشت و نیروهای دولتی که از پشتیبانی روسیه و سایر متحدان خود برخوردار هستند موفق به پیشروی سریع در این منطقه شدند دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است دیروز نیز اعلام کرده بود که نیروهای دولتی سوریه به همراه متحدان وارد منطقه شهر قدیم حلب شدند به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای دولتی سوریه در آستانه بیرون راندن شورشیان از شرق حلب و دست یافتن به مهمترین پیروزی خود در طول پنج سال اخیر قرار دارند بر اساس گزارش های منتشر پس از آنکه گزارش هایی در خصوص مذاکرات آمریکا و روسیه برای تسلیم شورشیان و تخلیه آنها از شرق حلب منتشر شد یک مقام شورشیان در شرق حلب اعلام کرده بود که آنها تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک حلب نیستند دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید شورشیان که برای پنج سال بخش مهمی از شرق حلب را در کنترل داشتند اکنون طی دو هفته گذشته هفتاد درصد مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند. در سوی دیگر ماجرا یک مقام نظامی سوریه گفته است که نیروی دولتی در این مسیر در حال پیشروی هستند رویترز ترز به نقل از این مقام میگوید به نظر میرسد نیروهای دولتی بیش از هر زمان دیگری به پیروزی در حلب نزدیک شدهاند این در حالی است که تلویزیون دولتی کشور سوریه نیز اعلام کرد که نیروهای شورشی در سه منطقه در داخل شهر قدیم دچار فروپاشی شدهاند ارتش سوریه مدعی شده است که توانسته است مناطق اطراف فرودگاه حلب رو به طور کامل از چنگ شورشیان درآورد و بازپس گیرد از سوریه به ترکیه نگاهی میاندازیم که گویا این بار یک پهباد ایرانی موضوع مناقشه تازه میان این دو کشور همسایه یعنی ایران و ترکیه شده است بر اساس گزارش ها یکی از مقامات ارشد ارتش ترکیه مدعی شد که در حمله روز چهارم آذر ماه به نظامیان ترک در شمال سوریه از یک پهباد ساخت ایران استفاده شد در این حمله چهار تن از نیروهای ارتش ترکیه نیز کشته شده بودند به گزارش سامانه خبری اینترنتی حریت این مقام نظامی اعلام کرد این پهباد پهبادی ساخت ایران بوده اما هنوز نمیتواند این موضوع را مشخص کند که این پهباد از سوی حزب الله لبنان به پرواز در یا از سوی نیروهای سپاه قدس یا سایر شبه نظامیان شیعه حاضر در سوریه به گفته این منبع مولود چاو شغلو وزیر خارجه ترکیه همراه با هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات در روز 26 نوامبر یعنی ششم ماه آذر به تهران سفر کردند. در این سفر مسائل مربوط به داعش و مبارزه با تروریسم نیز مورد بحث قرار گرفت و همچنین یافته های مربوط به حمله به نظامیان ارتش ترکیه در شمال سوریه که در آن یک پهپاد ایرانی مشارکت داشت مورد گفتگو قرار گرفته است بر اساس تازه تنین مطالب منتشر با وجود این چاو شغلو مذاکره درباره حمله هوایی به ارتش ترکیه را رد کرده است منبع ارتش ترکیه نیز گفته بود که مشخص نیست این پهباد به چه کسی تعلق دارد شغلی نیز به یک رسانه لبنانی گفت که روسیه مستقیما این موضوع را رد نکرده که ممکن است ارتش سوریه در این حمله دست داشته باشد تا های دیگر با صفحات دیگر از برنامه صفحه یک به صفحه رسانه های شما باز خواهم گشت با ما باشید و بنشینید با درودی دوباره محضر یکایی که شما بینندگان عزیز ایران فردا کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید خبرهای منطقه ای را با رویدادی از جنوب شرق آسیا دنبال می کنیم زلزله مرگبار اندونزی تازه ترین رویداد در عرصه زمین لرزه و زیست بوم و محیط زیست بود که وقوع این زمین لرزه در این کشور خسارات گسترده و تلفاتی نیز بر جای گذشت. این زمین لرز صبح امروز چهارشنبه در منطقه آچه در اندونزی روی داد و مراکز زلزله شناسی بزرگی آن را 6 ممیز 4 دهم درجه ریشتر گزارش کردند این زمین لرزه ویرانی گسترده بر جای گذاشت و مراجع امداد رسانی تا کنون کشته شدن دستکم 25 نفر را تایید کرده و گفتند 20 چند نفر دیگر نیز به شدت زخمی شده و جستجو در منطقه زلزله زده ادامه دارد و مقامات محلی نسبت به افزایش آمار آسیب دیدگان نیز ابراز نگرانی کردند به گفته یکی از مقامات سازمان امدادرسانی اندونزی با آغاز زمین لرزه مردم از خانه‌های خود بیرون ریختند. منطقه آچه در شمال جزیره سوماترا واقع شده و بند آچه مرکز آن از مناطقی است که سونامی دسامبر سال 2004 در آن ویرانی گسترده و حدود هزار کشته بر جای گذشت بزرگی زمین لرزه آن سال که باعث سونامی مرگبار شد 9 درجه بود مرکز زمین لرزه روز چهارشنبه نیز نقطه‌ای در 170 کیلومتری بنداچه گزارش شده است تصاویر ارسالی از منطقه نشان دهنده ساختمان‌هایی است که کاملا ویران شد این زمین لرزه به زیر ساخت‌های شهری از جمله شبکه برق رسانی نیز آسیب جدی رسانده است مقامات محلی گفتند که امدادگران به جستجو برای یافتن کسانی که ممکن است زیر آوار مانده باشند ادامه میدهند و برای این منظور ماشینالات سنگین به کار گرفتند مرکز بررسی های شناسی آمریکا نیز گفته است که زمین لرزه در ساعت 5 بامداد وقت محلی و در عمق 17 کیلومتری سطح زمین روی داد پس از وقوع زمین لرزه اصلی پس لرزه های متعددی نیز در محل ثبت شده است و در وقت باقی مانده باز با کوتاه خبری از ایران دو رویداد از مجلس ایران برنامه را پی میگیریم نخست فرجام نماینده مجلس در واقع نماینده مجلس افشاگر ایران که به قوه قضایی سپرده خواهد شد بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت به رفتار نمایندگان در مجلس ایران میگوید که این هیئت تصمیم گرفته است که رسیدگی به پرونده اظهارات محمود صادقی درباره یاشار سلطانی را به قوه قضائیه بسپارد جمالی گفت که قاضی پرونده یاشار سلطانی از محمود صادقی شکایت کرد همان گونه که آگاهی یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز و افشاگر واگذاری غیر قانونی املاک به نزدیکان شهرداری تهران بود که آقای صادقی درباره پروندهش گفته بود باید آسیب شناسی شود که چگونه دادستان ما در پرونده افشای فساد شهرداری پیش از آنکه دنبال پرونده فساد باشد دنبال افراد یا منبع درز اطلاعات به بیرون و اضافه کردن به صفحه متهمان است به گفته سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس پرونده اظهارات محمود صادقی درباره بورسیه های جنجالی نیز در قوه قضایی رسیدگی خواهد شد چرا که صحبت های او در این باره پیش از آغاز دوران نمایندگیش بیان شده بود همان گونه که آگاهید محمود صادقی در روزهای اخیر به واسطه سوالش درباره حسابهای بانکی رئیس قوه قضاییه خبرساز شد صادقی در مجلس ایران خواهان توضیح قوه قضاییه درباره شایعات موجود در خصوص حسابهای بانکی این نهاد قضایی شد تشخیص اینکه اظهار نظر یا اقدامی جزو وظایف نمایندگی بوده است یا نه به عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است که گویا تصمیم گرفتن ایشان را به قوه قضایی بسپارند و خبر پایانی باز از علی متحری نماینده مجلس ایران که از برنامه دیدار با خامنه ای و سپس ملاقات با سران محصور جنبش سبز خبر داد متحری که به مناسبت 16 آذر در دانشگاه پلیتکنیک تهران سخنرانی میکرد در واکنش به درخواست هزار برای آزادی این سه چهره سیاسی گفت که من فکر می کنم باید مسئله حصر هر چه زودتر حل شود این نمی شود که ما هر چند وقت دور هم جمع بشویم و این صحبت را مطرح کنیم بنابر اظهارات آقای متحری اینکه اینها شش سال در حصر بودند نه با قانون منطبق است نه با تعالیم دینی آقای علی متحری در این سخنرانی خبر داد که برنامه داریم ضمن ملاقات با رهبری و سپس دیدار با محصوران این مشکل را حل کنیم اما همزمان با اظهارات علی متحری محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی ایران در دانشگاه تهران اقدامات سه چهره سیاسی محصور را مستاق جنایت خان محسنی اجعی گفت که مصوبه شورای امنیت برای حصر این افراد کماکان باقی است و دستگاه قضایی در صورت تغییر این مصوبه آمادگی محاکمه آنها را دارد وقت برنامه امشب ما نیز به پایان رسید تا فردا شب در ایران فردا بامداد روشن بدرود